درود بر شما دوستان گرامی، بیننده های مهربون و عزیز و صمیمی برنامه زندگی هدفمند. 32 برنامه از 40 تا برنامه زندگی هدفمند رو میخوایم امشب تقدیم شما بکنیم از شبکه 107 پارس. چه افتخار عظیمیه که خانواده‌ای مثل شما داریم، خانواده‌ای که مقدسینی در کلیسای خانگی ایران، در کلیسای افغانستان و در تاجیکستان داره، کسایی که دور هم جمع میشید، کلام خدا رو میخونید، دعا میکنید و به دنبال این هستید که اراده خدا رو واسه زندگی خودتون کشف کنید، میخواید هدف خدا رو برای زندگی خودتون کشف کنید. میدونید که ما داریم برای این سلسله برنامه ها از کتاب آقای ریک وارن به نام زندگی هدفمند استفاده میکنیم و گام به گام جلو میدیم تا 5 تا هدف خدا رو برای خودمون کشف کنیم و پیادش کنیم. در ابتدای فصل 32 از این کتاب ریک وارن یه ضرب المثل دانمارکی نوشته که جالبه. میگه که خدایا، شخص میگه وجودم هدیه توه، اما اون کاری که من انجام میدم با وجودم هدیه ایست به تو. در واقع میخواد بگه وجود تک تک شما هدیه خداست به شما، اما کاری که شما با وجودتون با شخصیتتون انجام میدید این هدیه ایه که به خدا انجام میدید، این هدیه ایه که به خدا تقدیم میکنید. چطور هدیه ای به خدا تقدیم میکنید؟ هدیه مقبول، هدیه پسندیده. مطمئنم خدا لایق بهترین های ماست. خدا میخواد که ما بهترین هدایامون، بهترین عطایامون رو برای اون به کار بگیریم. و جالبه که وقتی ما هدایامون، عطایامون رو برای خدمت خدا به کار بگیریم قوی تر میشیم توی اون هدایا. کسانی که اهل بدنسازی هستن میدونن هر چقدر بیشتر دمبل بزنید، پرس سینه، ورزش بکنید، ماهیچه های بدنتون قوی تر میشه. در امور روحانی هم همینطوره. هر چقدر ماهیچه های روحانیتون رو در خدمت به خدا و خدمت به قوم خدا به کار بگیرید ماهیچه های روحانیتون قوی تر میشه. همینطور هست در مورد مغزمون. وقتی مغزتون رو به کار بگیرید، نمیدونم در ریاضیات، در نوشتجات، در امور حفظی این چیزا بیشتر استفادهش بکنید قوی تر میشه، مغزتون قوی تر میشه. و همینطور البته زبانتون رو هم وقتی درست استفادهش بکنید صدایی بهتر پیدا میکنید و در کارهای مختلف میتونید استفادهش کنید. شاید این سه تا شما رو یاد ساندویچ‌های مغز و زبون و ماهیچه و این چیزا بندازه. ربطی ندارن به هم، اما میخوام به یادتون بمونه که این دفعه دیگه که رفتید ساندویچی مغز و زبون سفارش دادید جای منو خالی کردید، یادتون باشه که مغز و زبان روحانی هم دارید، ماهیچه روحانی هم دارید. وجود شما از این تصاویر زمینی استفاده کنید تا تصویر بزرگتری رو از زندگیتون، از شخصیتتون به یادتون بیاره، تداعی کنه و بدونید که چطوری بتونید توانایی هاتون رو و شخصیتتون رو برای کار خدا، برای جلال خدا استفاده بکنید. اصل ساده و کلی در مورد استعدادها، توانایی ها و چیزایی که خدا به ما داده اینه که هر چقدر بیشتر استفادهش کنید طولانی تر با شما میمونه و اگه استفادهش نکنید از بین میره. مثلا اگه یه نفری رو ازش قدرت صحبت کردن رو بگیرن کلن از بچگی و شنواییش هم بگیرن، حتی اگر ناشنوا و لال نباشه نخواهد تونست اینا رو استفاده کنه، باید درش دائم استفاده بشه. به زبان انگلیسی میگن use it or lose it. استفاده کردی کردی، نکردی از جیبت میره. آش کش که غلطه، بخوری پاته نخوری پاته. مثل این که من گشنم شده امروز هر چی میگم از قضاست. یه واقعیتی هست، اونم این که در ابدیتی که ما در حضور خدا خواهیم ایستاد خدا از ما 2 سوال بیشتر نمیپرسه. میخواید بدونید اون 2 سوال چیه؟ سوال اول اینه که خدا از ما میپرسه، میگه با پسر من عیسی مسیح چیکار کردی؟ خوش به حال شما ایماندارایی که جواب رو میدونید. برای بقیه من جوابو میگم، امیدوارم این جواب رو با ایمان بپذیرید. جواب درست اینه که من به پسر یگانه تو عیسی مسیح خداوند ایمان آوردم، دلم رو و زندگیم رو به او سپردم و من تمام ایام عمرم خادم او بودم، غلام او بودم. خداوند عیسی مسیح رو در قلبم پذیرفتم. این جواب درسته. اگه این جواب شماست خوش به حالتون، به خانواده خدا خوش اومدید. شما جزء خانواده الهی هستید. سوال دومی که خدا ممکنه از ما بپرسه و خواهد پرسید این هستش که با اون عطایایی که به تو دادم چی کار کردی؟ سوال در مورد نظارت مسیحیه. خدا میخواد بپرسه که با عطایایی که ما خدا به ما داده چی کار کردیم؟ آیا تونستیم ناظر امینی برای عطایای خدا باشیم یا نه؟ تونستید کارهایی رو انجام بدید که خدا میخواست یا نه؟ عزیزان من،
کتاب مقدس خیلی روشن تعلیم میده که نقش ما در آسمان، مسئولیت‌های ما در ملکوت خدا و پاداش ما در آسمان بر اساس نوع استفاده ما از توانایی‌ها و قابلیت‌هامونه. بذار اینو روشن براتون بگم. نجات ما هیچ ربطی به دانشته‌ها و اطلاعاتمون و کاربرد اونها نداره. نجات ما بستگی داره که قلبمون رو به عیسی مسیح سپرده باشیم. اما نجاتمون رو چطوری به عمل آوردیم سوال بعدیه. آیا ناظرین امینی برای خدا بودید؟ آیا خدا رو خدمت کردید؟ شما برای خدمت به خدا آفریده شدید. توی این سلسله برنامه‌ها در ابتدای برنامه‌های زندگی هدفمند اشاره کردیم که زندگی یک امتحان و یک اعتماده. خدا یه امتحان و یک اعتماد فرصتی رو به ما داده و در ورای اینها یک مأموریت موقتیه. زندگی یه امتحانه. خدا میخواد امتحانمون کنه، ببینه که در رابطه‌مون با خدا و با همدیگه آیا به خدا توکل میکنیم و از خدا اطاعت میکنیم. و بعد اعتماده. خدا در چیزهایی که به ما داده به ما اعتماد کرده و در اعتمادش انتظاری که از ما داره اینه که بتونیم این مأموریت موقتمون رو درست به انجام برسونیم. یه روز یه پسر بچه ای اومد پیش عیسی مسیح و تمام ناهارشو هر چی غذا داشت گذاشت جلوی عیسی مسیح. میدونید چی داشت ناهار؟ 5 تا لقمه نون و 2 دونه ماهی. وقتی که صادقانه اون چی را که داشت به عیسی مسیح داد، میدونید چی شد؟ عیسی مسیح اونها رو برکت داد و بیشتر از 5000 نفر رو باهاش خوراک داد و اضافه های زیادی هم ازش جمع شد. عزیزان من، با عطایایی که خدا بهتون داده چیکار کردید؟ من نمیدونم به نظر شما عطیه کوچیک بزرگ سایزش چقدره. برای خدا مهم نیست. برای خدا سایز و اندازه مهم نیست. برای خدا این مهمه که آیا به خدا صادقانه اونی رو که دارید دادید؟ اگه دادید خدا برکت میده و برای ملکوتش استفاده میکنه. موضوعی رو که میخوایم امشب در فصل 32 کتاب زندگی هدفمند با هم بررسی بکنیم در ارتباط با همین مسئله است که آیا عطایای روحانیتون رو برای کار خدا استفاده میکنید یا نه. پس لطفاً کتاب زندگی هدفمند، کتاب مقدساتون رو آماده بکنید با خودکار کاغذ. و همینطور که در گذشتم عرض کردم برای بینندهایی که تازه به ما ملحق شدن میگم، اگر کتاب مقدس ندارید و لازم دارید یا اگر کتاب زندگی هدفمند رو لازم دارید، لطفاً از طریق راه‌های ارتباطی که ممکن هست و در روی صفحاتون میبینید، تلفن، ایمیل، اس‌ام‌اس، نمیدونم از طریق شبکه‌های اجتماعی و بلاگ، با همکاران من تماس بگیرید. خیلی خوشحال میشیم که شما رو در این زمینه کمک کنیم. با ما باشید تا چند لحظه دیگه برمیگردیم خدمتتون با ادامه همین برنامه. تقدیر
بسیار عالی. بینندگان عزیز، بازم برگشتم خدمتتون و الان میخوایم با همدیگه فصل 32 از این کتاب رو تحت عنوان استفاده از عطایای الهی یا عطایای روحانی خودمون مورد بررسی قرار بدیم. هدف این هستش که بتونیم بفهمیم مفهوم عمیق این که خدا میگه تو برای خدمت من آفریده شدی چی هستش. اگه یادتون باشه در ابتدای کتاب و بارها توضیح دادیم اینکه خدا برای ما 5 تا هدف داره و الان داریم هدف 4 از هدف اهداف خلقتمون رو مورد بررسی قرار میدیم و اون که خدا من و شما رو برای خدمت خودش آفریده. عزیزان، خدا شایسته است که ما اون رو با تمام وجودمون به بهترین نحو احسن خدمت کنیم. شایسته است. میدونید چرا؟ چون خدا خدای قادری است، خداییه که مالک ماست، خالق ماست، رهاننده ماست و شفیع ماست. یادتون باشه خدای واحد، خدای ما خدای پدر، پسر و روح القدس، خدای آفریننده، خدای رهاننده و خدای شفاعت کننده است. این خدا لایق بهترین های ماست، لایقی که ارادش رو ما انجام بدیم. این خدا برای هدف مشخصی من و شما رو آفریده و از ما انتظار داره که بیشترین تلاش خودمون رو به انجام برسونیم تا از عطایای خدادادی خودمون به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم. او نمیخواد که ما نگران عطایایی باشیم که نداریم و طمع داشته باشیم نسبت به عطایای دیگه. خدا میخواد همینطور که در جلسه پیش گفتیم عطایایی که مال خودشه و خودش به ما بخشیده، در انتخاب خودش به ما داده رو، اونها رو برای جلال خودش و برای خدمت خودش به کار بگیریم. از اون یادتون باشه که شما باید تأکیدتون روی استعدادهایی باشه که خدا بهتون داده و انتظار داره که از اون استعدادها برای خدمت خودش استفاده بکنید. خدمتها کوچیک و بزرگ ندارن، اندازه مهم نیست. میدونید چرا؟ چون خدا قادره از یه دونه خردل درخت عظیمی تولید کنه. زمان مهم نیست، چون چه بسا، کلام خدا میگه، چه بسا اولین که آخرین شدند و چه بسا آخرین که اولین شدند. اینجا ممکنه برای شما یه سوال پیش بیاد و اون اینکه چگونه میتونیم بفهمیم که هدف خدا، این شکلی که به من داده، برای چی هستش، برای چی ساخته شدم. در کلام خدا در رساله رومیان فصل 12 آیه 3 یا آیه زیبایی هست. کلام خدا اینطوری میفرماید که پس نادان نباشید، نادان نباشید، بلکه بکوشید تا بفهمید که اراده خدا چیه. بکوشید، باید تلاش کرد. نه فقط نادان بود، نباید بود، بلکه باید تلاش کرد، باید فعال هم بود برای درک اراده خدا. اینو در 3 جا میشه این آیه رو عملی کرد. نکته اول این هستش که ما باید عطایا و توانایی ها و استعدادهای خودمون رو مورد ارزیابی قرار بدیم. مورد ارزیابی قرار دادن یعنی نه اینکه فقط بشینیم یه مطالعه سطحی بکنیم، نه،
نگاهی به گذشته خودتون، به تاریخ زندگیتون، به خودتون بندازید، ببینید از چه مسیرهایی عبور کردید و چه جاهایی رو تونستید درش درست زندگی کنید و ثمر بیارید واسه خدا. یه بعضی وقتها لازمه یه لیستی بنویسید از چیزهایی که درش قوی هستید و از چیزهایی که درش ضعف دارید. یا بعضی وقتها بد نیست به دوستانی که بهشون اعتماد دارید، به اعضای کلیسای خونگیتون، بهشون بگید که صادقانه، لزومی نداره که منو ناراحت یا خوشحال بکنی، صادقانه برام بنویس که به نظر تو در چه زمینه‌هایی من قوت و یا ضعف دارم. اینها رو بنویسید، بذارید از دید دیگران بتونید خودتون رو ببینید. عطایای روحانی ما اغلب اوقات توسط دیگران تأیید میشن. در کلیسایی که من سالها در امریکا خدمتش کردم، یه اصل خیلی مهمی رو یاد گرفتم و اون این که وقتی کسی برای خدمتی خونده میشه، خود شخص فقط تنها نمیگه خدا منو خوند که برم مثلا خدمت کتاب فروشی کلیسا رو داشته باشم، یا اینکه جماعت و رهبران کلیسا نمیگن خب خواهر یا برادر عزیز، خدا به ما نشون داد که شما شماس کلیسا باشید. دو طرف است، شخص و جماعت با هم صدای خدا رو میشنوند. سعی کنید به صدای روح القدس نه فقط از طریق مطالعه کلام مقدسش و دعا و روزه گوش بکنید، بلکه از طریق مشاوره و از طریق صحبت و از طریق اعضای کلیساتون هم صدای خدا رو بشنوید. سعی کنید گوشتون رو حساس کنید به سخنان خدا از طریق جماعت خدا. شاید هم بعضی وقتا بد نیستش در این روند ارزیابی خودتون یک سری سوالای ساده از خودتون بپرسید. مثلا بگید که تو چه زمینه‌هایی در زندگی خودم مؤثر بودم که دیگران هم اونا رو تأیید میکنن، یا اینکه در چه زمینه‌هایی تونستم موفق‌تر باشم، کاراتر باشم، اثر بخشی زندگی من بیشتر بوده. بتونید تلاش بکنید عطایای روحانی بالقوه و بالفعل خودتون رو تشخیص بدید و اونها رو برای جلال خدا بیش از پیش استفاده کنید. بیشتر کتاب‌هایی که در زمینه تشخیص توانایی ها و قابلیت ها نوشته شده میگه اول خودتون رو بشناسید، توانایی هاتون رو بشناسید، تا بعدن بفهمید که مثلا برای چه شغلی یا چه کاری ساخته شدید. آقای ریک وارن میگه اتفاقا برعکس این درسته. نمیخواد تلاش بکنید ببینید کی هستید، وارد خدمت خدا بشید و بذارید خدا از شما در اون زمینه استفاده کنه. در طول کار بفهمید که خدا آیا این عطیه رو به شما داده یا نه. من امروز ظهر موقع غذا خوردن یه عزیزی رو ملاقات کردم که از یه کشور دیگه اروپایی میخواد بیان بین ما ایرانی ها در تلویزیون خدا رو خدمت کنن. و ایشون، ما بهش گفتیم واقعا نمیدونم، تو اگه خدا تو دلت گذاشته که خدا رو خدمت کنی، بیا شروع بکن، 6 ماه اول، 1 سال اول با هم شروع کنیم، دعا کنیم ما بیشتر شما رو بشناسیم، شما بیشتر ما رو بشناسید، بیشتر عطایای شما رو بشناسیم، بیشتر توانایی هاتو بدونیم. و به نظر میاد که توانایی های زیادی داره، اما دقیق و جزئی در طول کار مشخص میشه. من میدونم که دل این شخص با خداست، دلش با قوم خداست و میخواد خدا و قومش رو خدمت کنه. این مهمه. باید بگردیم ببینیم که در چه جایی میشه این عزیز رو بهتر استفاده کرد برای ملکوت خدا. در زندگی مسیحی ما هم همین مهمه. وقتی که در کلیسا مشغول هستید، شروع بکنید یه خدمتی رو، اما مراقب باشید احساسات خودتون نباشه. خودتون برای کلیسا تصمیم نگیرید، بذارید کلیسا برای کلیسا تصمیم بگیره. کلیسا نباید بر اساس تصمیم شما یا یه نفر بنا بشه. گروهی با هم فکری کنید و اراده خدا رو تشخیص بدید. و مخصوصا شمایی که تازه ایمان آوردید به عیسی مسیح، برای شما اینو میخوام بگم، داوطلب بشید، منتظر نمونید، داوطلب بشید، برید جلو. از امروز با خادم کلیسا صحبت کنید، بگید از من چه خدمتی ساخته است. خدمت ها تو کلیسا زیاده، خدمت های فراوونی هست. از خادم کلیساتون بپرسید، از کشیش، رهبر بپرسید، بهتون میگن، کمکتون میکنن. ولی داوطلب بشید. مسیحی تنبل نیست. نکته دوم، دل و شخصیت خودتون رو در نظر بگیرید. ببینید که شخصیتاً چه زمانایی هستش که از
کلن واقعا وقتی یه کاری رو انجام میدید لذت میبرید؟ چه زمانهایی هست که کنترل از دستتون خارج میشه؟ چه عکس العملهایی در شرایط مختلف از خودتون نشون میدید؟ آیا از کار تکراری بیشتر لذت میبرید یا از کاری که نادرش خلاقیت هست و تغییر هست و تفاوت از دگرگونی خوشتون میاد؟ آیا خدمات جمعی و گروهی رو بیشتر میپسندید یا تکیه و تنهایی رو؟ آیا بیشتر درونگرا هستید یا برونگرا؟ آیا بیشتر اهل تفکر هستید یا تجربه؟ از کدوم یکی از اینا لذت میبرید؟ از رقابت بیشتر لذت میبرید یا از همکاری؟ همه اینها خوبن، هر کدومشون به جای خود، هر سخن جا و هر نکته مکانی داره. این خصلت‌های متفاوت کمک میکنه وقتی خودتون رو بشناسید بتونید درست‌تر در خدمت خدا باشید. هیچ کدوم از اون یکی دیگه بهتر نیستن، این نمونه‌هایی که مثال زدم و نمونه‌های دیگه. نکته سوم، تجربیات خودتون رو بررسی کنید و از درسایی که یاد گرفتید یه خلاصه بنویسید. یادتون باشه حافظه ما به تدریج هر چقدر سنمون میره بالاتر دیگه کم کم پیرتر و پیرتر میشه، ولی وقتی که یه جایی بنویسید، یادداشت بنویسید، خاطراتتون حافظه و تجربیاتتون رو یادداشت بکنید و درسایی رو که در زندگی گرفتید یادداشت بکنید، این کمک میکنه که در بلند مدت بتونید تأثیر بهتری داشته باشید. درس گرفتن از تجربیات نیازمند زمان زیادیه و چون زمان زیادی میبره ممکنه این همه جزئیات رو فراموش کنید. پس بنویسید، عادت بدید خودتون رو، بعضی از شما مخصوصا اگر میخواد وارد خدمت خدا بشید، هر روز دو سه تا خط بنویسید، دو سه تا خط راجع به خدمتایی که انجام دادید، راجع به تجربیاتی که اون روز انجام داد براتون اتفاق افتاده، اگر آیه مهمی براتون بوده، اگر مکاشفه ای پیغامی از خدا داشتید، اگر تجربه تلخی داشتید بنویسید. اینا خیلی به درد میخوره در زندگی و در خدمت. و نکته بعدی این هستش که شکل خودتون رو بپذیرید. یادتونه دفعه قبل در دو جلسه قبل اشاره کردم که ما دارای یک شکل هستیم و اشاره کردم به اون 5 تا کلمه انگلیسی که حروف اولش وقتی به هم وصل بشن واژه شیپ رو ساختن و اینکه چیا هستن بشناسید. شکل شما چیه؟ عطایاتون، تواناییهاتون، استعدادتون، شخصیتتون، تجربیاتتون چیا هستن؟ بشناسیدشون و اینها رو درست به جای خودش استفاده بکنید. بخشی از پذیرش شکل و حقیقت وجودی هر کدوم از ما اینه که محدودیت هامون رو بدونیم. بدون محدودیتت کجاست. روزی 8 ساعت کاره یا روزی 16 ساعت کاره، محدودیت خودتون رو بدونید. خودتون رو، محدودیتاتون رو بدونید. اگه ندونید خیلی به خودتون لطمه میزنید و بعد وقتی که خسته باشید تصمیماتی میگیرید که شایسته یک مسیحی نیستش. مسیحی باید محدودیت‌های خودش رو بدونه. هیچ کس در همه کارها، در تمام حرفه‌ها و تخصص‌ها حرفه‌ای نیست. هیچ کس ازش خدا انتظار نداره که تمام کارها و همه فن حریف باشه. آدم همه فن حریف هیچ کار است. در یک کار، یک کار کوچولو رو بگیرید، درست انجام بدید، تا آخر انجام بدید، امانت دارانه انجام بدید، وفادارانه انجام بدید، ثمرش رو به خدا بذارید. بذارید خدا کارشو انجام بده. در کتاب مقدس میگه که لحاظا نه کارنده را چیزیست و نه آبدهنده را، بلکه خدای رویاننده رو، خدایی که رویش میده. کار خداست. در ملکوت خدا، رشد ملکوت به من و شما متکی هست اما بسته نیست. کار خداست. کار خودشه. ما میکاریم بعض رو، آبیاری میکنیم، اما خدا رشدش میده. خدا میخواد که ما هیچ وقت خودمون رو با کسی دیگه مقایسه نکنیم. هیچ وقت خودتون رو با کسی دیگه مقایسه نکنید. خود خودت باش. راجع به این خیلی مفصل جلسه پیش صحبت کردیم. و اما ضمن اینکه مقایسه نمی کنید، کماکان شکل خودتون رو بهبود بدید. به دنبال عطایای بیشتر باشید. از خدا بخواید عطایای بیشتری به شما بده. از خادمین کلیسا و از خدا التماس کنید، دعا کنید تا شما رو در خدمت‌های متفاوت به کار بگیره، وارد خدمت‌های متفاوتی بشید. و نهایتاً این که هر عطیه‌ای که خدا به شما داده از طریق تمرین و ممارسته که میتونه رشد بکنه. همون مثالی که ابتدای جلسه زدم راجع به ماهیچه، مغز و زبون، یادتونه؟ استفادهش کنید. وقتی که تمرین و ممارست بشه قوی میشه، اون عطیه در شما قوی میشه و وقتی عطیه قوی شد شکل شما رشد میکنه، وارد خدمتهای بیشتر میشید، خدمتهای متفاوتتر و بالاتر. هیچ معلم ماهری نمیاد اولین بار کتاب رو باز کنه بدون تمرین، بدون مطالعه، بدون ممارست بیاد درس بده بگن تو بهترین معلم بودی. نه، تمرین باید بشه،
ممارست باید بشه، اما تسلیم نشید. ما در آسمان تا به ابد خدا رو خدمت خواهیم کرد، فرصت خواهیم داشت که خدا رو در زمینه‌های مختلف، با راه‌های مختلف، با عطایایی که ما داده خدمت کنیم. آماده بشید اینجا روی زمین تمرین کنید، خدا رو خدمت کنید، تا در آسمان به زیبایی و به کمال بتونیم خدای خودمون، خالق و نجات دهنده خودمون، خدا رو خدمت کنیم. نگاهم به تو است عیسی، نگاهم به تو است عیسی، خوش به جهان کرده در پی قدم های تو، پیروی تو را سرانه در پی تو، پشت به جهان کرده در پی قدم های تو، پیروی تو را کنم مسرانه در پی تو، خوش به جهان کرده. فقط تو را دوست می‌دارم، فقط تو را دوست می‌دارم، فقط تو را دوست می‌دارم، خوش به جهان کرده. حضورت را دوست می‌دارم و وجود تو را نستم، همواره دوستت می‌دارم، پشت به جهان کرده. حضورت را دوست تو را نستم، همواره دوستت می دارم، پشت به جهان کرده. فقط تو را خدمت کنم، فقط تو را خدمت کنم، فقط تو را خدمت کنم، پشت به جهان کرده. اراده‌ات را می جویم، خواسته‌ات را عمل کنم، دنیا را رها کردم، تو را فقط جویم. اراده‌ات را می جویم، خواسته‌ات را عمل کنم، دنیا را رها کرده‌ام، تو را فقط جویم.